18. نمازخانه کوچکی که بنا بود محاکمه من در آن صورت بگیرد، کلیسای خود قلعه بود. چون کلیسای بزرگ پایین شهر در روز واقعه بر اثر آتش سوزی ویران شده بود. خانواده لورمیو کشیشی از دوستان خود را وامی داشتند که روزهای یک شنبه در آنجا نماز مسح بخواند و با عنایت خاص خود از محترمان لاروک و حومه نیز دعوت می کردند در آن مراسم حضور یابند، چنان که عده این برگزیدگان با زن و بچه 20 نفری می شد. در خانواده لورمیو خدا را با همه مردم تقسیم نمی کردند. قبلا گفتم که قلعه لاروک متعلق به عصر رنسانس بود و این برای مردم مالویل کاملا نو به شمار می آید. اما نمازخانه قلعه یادگار قرن 12 میلادی است. تالاری است باریک و دراز با طاق‌های فتیله‌ای که بر پایه‌های تکیه دارند و خود آن پایه‌ها به دیوارهای بسیار ضخیمی متکی هستند که روزنه‌هایی به زحمت به بزرگی سوراخ‌های مزغل دارند. در محوطه نیم دایره‌ای که محل سرود خانان است، طاق‌هایی از نوع دیگر دیده می‌شود که از خارج بر جرزها و از داخل بر ستون‌های کوچکی تکیه دارد. این قسمت که تا نیمه فرو ریخته بود به دست یک معمار پاریسی با ظرافت خاصی نوسازی شده است و این می‌رساند که آدم وقتی پول داشته باشد همه چیز حتی سلیقه هم میتواند بخرد. در پشت محراب صفحه ساده ای از مرمر متکی بر دو پایه که روبروی مؤمنان قرار دارد، خانواده لورمیو واداشته بودند دریچه بیزی شکل بگشایند که روزی آن را گل گرفته بودند ولی بعدن آن را باز کرده و شیشه گرفتند. به این هوا که خورشید کشیش پیش نماز را از پشت روشن بکنه. متاسفانه لورمیوها توجه نکرده بودند که شیشه رو به مغرب است و صبحها نمیتواند جز با وقوع معجزه‌ای پیش نماز را با حاله ای از نور روشن کند. با این وصف هیچ کس در مفید بودن آن پنجره تردید نکرد، زیرا روزنهای تنگ و نادر دیوارهای جانبی فضای نیمه تاریکی شبیه به سرداب گور در صحن کلیسا به وجود آوردند. در این فضای نیمه تاریک و اسرارآمیز که مؤمنان همچون ارواح آینده می لولیدند، همان ارواحی که خود مؤمنان آماده می شدند تا روزی به آنها تبدیل شوند، لااقل محراب کلیسا و امیدی را که محراب به ایشان عرضه می کرد به وضوح می دیدند. همه لاروکی ها یا لااقل به تعدادی که من می توانم تشخیص بدهم در آنجا جمعند، زیرا من که از آفتاب گرم و روشن بعد از ظهر یک دفعه به آنجا وارد شده ام، در آن غار قرون وسطایی که سرمای نمناک آن بر پشتم می افتد هیچ چیز نمی بینم. همانطور که قرار بود 4 مرد مسلح ویلمن مرا روی یکی از پله‌های منبر می‌نشانند. خودشان هم در دو طرف من روبرو می‌نشینند و قیافه می‌گیرند و تفنگشان را بین دو پا راست نگه می‌دارند. پشت سر من محراب نوساز و لختی است که تشریح کردم و باز در پشت آن و بالاتر همان پنجره است که لورمیوها شیشه گرفتند. این پنجره اکنون میبایست روشن باشد چون 4 ساعت از ظهر گذشته است، ولی هیچ روشنی نمیدهد چون درست در آن لحظه کذایی که من وارد میشوم خورشید به پشت ابر رفته است. کمرم را به لبه پله بالایی تکیه دادم، بازوانم را صلیب وار در هم میاندازم و در آن فضای نیمه تاریک سعی میکنم چهره ها را تشخیص بدم. در حال حاضر بجز برق چشمها و جا به جا لکه یک پیراهن سفید چیزی نمی بینم. لیکن کم کم موفق می شوم لاروکی ها را بشناسم.
بعضیشان ناچارم با حسرت و اندوه به این نکته اشاره کنم. از نگاه من اجتناب می کنند. پوژس پیر جزء آن دست است. اما در طرف چپ من که با نور ضعیف یک پنجره باریک جانبی روشن است، گروه دوستانم را می بینم. مارسل فالوین، جودیت مدار، دو بیوزن یعنی آنیس پیمون و ماری لانوای و دو کشاورز که مطمئن نیستم اسمشان را به یاد داشته باشم. در صف اول غزال را می‌بینم که دست‌های نرم و نازکش را روی دامنش در هم انداخته و روی پیشانی باریکش از آن روبان‌های قشنگ زده که مرا به یاد خواهرانم می‌اندازد. وقتی من از دریچه جانبی نزدیک محراب وارد شدم هنوز فولبر را ندیده بودم. او در آن دم لابد در راهرو وسطی نمازخانه قدم می‌زد و حرکت آونگی او در آن لحظه وی را به سمت در بزرگ و بیزی شکل انتهای نمازخانه می‌برد. وقتی هم می‌نشینم باز او را نمی‌بینم، زیرا مدخل رواق نمازخانه نیز از تاریک‌ترین جاهای آن است، چون در آن قسمت پنجره‌های جانبی وجود ندارد. لیکن در سکوتی که با ورود من برقرار می شود، پیش از اینکه خود فولبر را ببینم، تنین قدم های او را بر سنگ فرش کف رواق می شنوم. صدای پا نزدیک تر می شود و فولبر کم کم از تاریکی به نیمه تاریکی در می آید. نه لباس چون زغال سیاه او، نه پیراهن خاکستری رنگش، و نه کراوات مشکیش، هیچ کدام زیاد در نور تجلی نمی کنند و آنچه من بدون می بینم پیشانی سفید و موهای سفید شقیقه های او و دو سوراخ چشمانش و گونه های فرو رفته اوست. یک ثانیه بعد صلیب نقره‌ای او را نیز می بینم که با تلاطم تمنیات مسلم انسان دوستانه او بر سینه اش در تکان و نوسان است. بیان که شتاب کند با قدم های محکم و موزون به طرف من پیش می آید. پاشنه کفشایش و آهنگی غرورآمیز بر سنگ فرش کف رواق صدا می کند. گردنش شق شده و به نسبت بدنش بسیار پیش آمده است و حالتی دارد که انگار می خواهد مرا زنده زنده ببلد. محاذا تقریبا در سه قدمی من می ایستد. دستهایش را به پشت گرفته است. بر پاهای خود آهسته از جلو و عقب تاب می خورد. گویی قبل از آن که مرا بزند خیال دارد مسحورم کند و در سکوت محض از بالا به پایین براندازم می کند و سر تکان می دهد. حتی در این فاصله من هیکل او را در جامه سیاه کشیشی که در تاریکی نمازخانه محو است به زحمت می‌بینم. برعکس سر او را که ظاهراً بر بالای سر من در نوسان است خوب می‌بینم و با نگاه چشمان خوشگل و لوچ او غافلگیر شدم، زیرا این چشم‌ها در حق من به جز خوبی و شفقت و دلسوزی چیزی نمی‌رسانند و نیز با سر بالا انداختنهایی همراهند که میرساند او همکنون در وضع بسیار دردناکی به سر میبرد. من سرخورده و حتی نگرانم، نه از آن جهت که حتی یک لحظه به صداقت او معتقد شده باشم، ولی اگر او تا به آخر همین ورق انجیلی خود را بازی کند دیگر کمدی من غیر قابل دفاع است. نقشه من نقش براب می شود و بعداً برای من مشکل می شود مردی را محکوم کنم که از محاکمه من امتناع ورزیده است، چون امتناع از قضاوت است که ظاهراً رفتار ترحم‌آمیز او را مشخص می کند. سکوت مدت مدیدی به طول می انجامد. همه لاروکی ها متناوباً به فولبر و به خود من نگاه می کنند و متعجبند از این که چرا فولبر یک کلمه حرف نمی زند. و اما من کم کم اطمینان خاطر پیدا می کنم. این سکوت مقدماتی به نظر من حقه ایست از طرف کشیش برای اینکه همه را وادار به توجه کند و نیز قسم می خورم که
این نیرنگ بیرحمانه است برای دادن امیدهای واهی به متهم. از پرت مطالعه در چشم لوچ پولبر که به من خیره مانده است، فوراً در می‌یابم که لوچی او تنها از انحراف مردمک چشمان او نیست، بلکه از اینجا نیز ناشی است که چشم راست او حالتی کاملاً غیر از چشم چپ دارد. چشم چپ او که حرکاتش با سر بالا انداختنهای پدرانه و اخم حزن‌آلود لبهایش هماهنگ است، با عفو و اغماز عجین است. لیکن چشم راست او از شرارت برق می‌زند و پیام‌های ارسالی چشم چپ را تکذیب می‌کند. و انسان با اندک توجه به چشم راست او و خودداری از توجه به بقیه قیافش، فوراً به این نکته پی می‌برد. از کشف خود بسیار خوشبختم، چون این کشف جنبه درویی شخصیت پولبر را تکمیل می‌کند. دست‌های زمخت او با انگشتانی به شکل قاشقک که کله روشنفکرانه او را تکذیب می‌کنند و صورت استخوانی او که بالاتنه چاق و ورزیده‌اش برخلاف آن گواهی می‌دهند. در باطن امر تمام بدنش از جمله چشمانش همه دروغ‌ها را در خود گرد می‌آورند و حتی پیش از اینکه او دهان باز کند تکذیبش می‌کند. آخر به حرف می‌آید. با صدای بم و عمیقی مثل صدای ویولونسل شروع به سخن می‌کند. صدایش آهنگین و نرم است و مفاد آن از همان ابتدا از حد انتظار من می گذرد. فولبر آنطور که خودش می گوید به قدر کافی کلمه در اختیار ندارد تا بتواند بر وضع اسف‌انگیز من تأسف بخورد، وضعی که در او احساسات بسیار دردناکی به وجود می آورد و صحت آن سوگند می خورد. به خصوص با توجه به عواطف دوستی بسیار گرمی که نسبت به من داشت و من به آن دوستی خیانت کرده ام و اینک او با کمال تأسف ناچار شده است از آن دوستی عدول کند. این عدول بر اثر گناهانی است که غرور من مرا به ارتکاب آنها واداشته است و امروز به کیفر آن گناهان خواهم رسید و او دست خدا را در این ماجرا می‌بیند. من این مقدمه محوع را خلاصه می کنم. دنباله آن ادعا نامه است که بیش از پیش از حلاوت اولیه دور می شود. باری از همان اتهام اول که به من وارد می کند، اتهامی که موضوع آن به قول خودش ربودن کاتی است، زمزمه هایی در تالار می پیچد و با وجود نگاه های هر دم تهدیدآمیزتری که فولبر و اطراف خود می کند و لحن بیش از پیش خشن و شکرندهی که برای برشمردن موارد شکایت خود به کار می برد، هر لحظه بر شدت آن زمزمه ها افزوده می شود. شکایات فولبر بر سه دست است: با تخطی از فرمان شورای مذهبی کشیش نشین، دختر جوانی از اهالی لاروک را به زور ربوده و پس از این که به او تجاوز کرده ام، با صحنه سازی برای یک ازدواج قلابی او را به یکی از مردان خود بخشیدم، با وادار کردن نوکران خود به این که مرا به سمت کشیش خیش انتخاب کنند و با اجرای یک سلسله مراسم و تشریفات مذهبی ریایی به همراه ایشان به مذهب مقدس مسیح اهانت کرده و مرتکب کفر و زندقه شدم. به علاوه از این امر استفاده کردم تا به هوا و هوس‌های کفرآمیز خود میدان بدهم و با گفته‌ها و کرده‌های مرتدانه خیش اعتراف به گناهان را بی اعتبار نمایم. بالاخره با تمام قوا از عناصر شریر و خرابکار لاروک در شورش آشکار بر ضد کشیششان حمایت کرده و کتباً تهدید کردم که اگر این عده مجازات شوند مسلحانه دخالت خواهم کرد.
حتی به استناد اسناد و مدارک مجعول تاریخی ادعای مالکیت و حکومت لاروک را کردم. در پایان فولبر نتیجه می‌گیرد که اگر جناب سروان ویلمن را چنین می‌نامد، در لاروک مستقر نمی‌شدند، زمزمه‌ها و فریادهای لانوای لانوای امروز یا فردا بود که لاروک در معرض اقدامات جنایتکارانه من قرار می گرفت و ما همه با عواقبی که این اقدامات برای آزادی و حیات همشهریانمان می داشت و می توان به آسانی حدس زد مواجه بودیم. فریادهای شدید و مکرر، لانوای، پیمون، کورسژاک. در این لحظه وضع نمازخانه به درجه متشنج است که بالاتر از آن ممکن نیست. سه چهارم حاضران در جلسه در حالی که سر به زیر انداختند در سکوتی خصمانه فرو رفتند. لیکن لااقل در حال حاضر چنین می نماید که از لحن فولبر و از نگاه های سائق آسایی که به ایشان می کند وحشت زده شدند. یک چهارم بقیه یعنی جودیت، آنیس پیمون، ماری لانوای، مارسل فالوین و دو کشاورزی که هرچه فکر میکنم اسمشان را به یاد نمیآورم از کوره در رفتند. این عده اعتراض میکنند، زوزه میکشند و در حالی که از سر جای خود بلند شده و بالا تنه خود را به جلو خم کرده اند، حتی مشتهای گره کرده خود را به فولبر حواله میدهند. مخصوصا زنها از خود بیخود شدند و اگر چهار مردی که به ظاهر نگهبان منند نبودند، بعید نبود که در همان وسط نمازخانه بر سر کشیش خود بریزند و او را تکه تکه کنند. احساس می کنم که محاکمه من مثل ترقه صدا کرده و نفرت مخالفان را نسبت به پیشوای لاروک برانگیخته است. این نفرت برای نخستین بار با وضوح تمام و با شدتی که فولبر را مات و مبهوت کرده منفجر شده است. فولبر که در دروغ گفتن ماهر است، باید در خود فریفتن نیز ماهر باشد. از وقتی که بر لاروک حکم میراند، گویا امر را بر خود مشتبه کرده است که ترس برانگیخته در مردم را احترام به حساب بیاورد. و قدر مسلم این که او تا به این حد خود را منفور لاروکی ها، یعنی همه لاروکی ها، تصور نمی کرد. زیرا رفتار اکثریت نیز در این که محتاط ترند و جز با زمزمه ابراز مخالفت نمی کنند کمتر از مخالفتشان خصمانه نیست. تأثیر این نفرت در او وحشت انگیز است. می بینمش که به معنای درست کلمه بر مسند خود می لرزد، همچون مجسمه‌ای که بخواهند از جای خود تکانش بدهند. سرخ می شود و رنگ می بازد، مشتها را می فشارد، به گفتن چندین جمله شروع می کند بیان که حتی بتواند یکی از آنها را کامل کند. چهرهش گود می افتد و منقبض می شود و حالان که در چشمانش وحشت و خشم به نوبه جا عوض می کند. با این وصف فولبر آدم بزدلی نیست، جا خالی نمی کند. با قدمی محکم از پله‌های منبر بالا می رود و پس از آنکه در بین ژانه و موریس قرار گرفت، بازوانش را از دو طرف باز می کند تا مردم را امر به سکوت بدهد. و عجب این که عادت گوش کردن به فرمان او آنقدر در لاروک قوی است که پس از چند ثانیه موفق می شود. آنگاه با صدایی لرزان از خشم و نارضایی میگوید: حال میبینم هنگام آن فرا رسیده است که خوب را از بد جدا کنیم. در اینجا کسانی هستند که ادعا میکنند مسیحی اند، ولی در توطئه بر ضد پیشوای روحانی خود پشت سر او تردید به خود راه ندادند. این توطئه گران باید یک چیز را بدانند و آن اینکه من به تکلیف خود بی هیچ ضعفی عمل می کنم. اگر در اینجا کسانی هستند که آشوب می کنند و محیط کشیش نشین را فاسد می سازند، من ایشان را از کلیسا بیرون خواهم انداخت
و خانه پدر خود را از لوس وجود ایشان پاک خواهم کرد و اگر کثافت و زباله‌ای باشد آن را خواهم روفت. این نطق فریادهای خشمآگین و اعتراضهای شدید برمی انگیزد. به خصوص ماری لانوای را می بینم که مارسل و جودیت به زحمت نگهش داشتند و با صدای گوش خراشی فریاد می زند کثافت تویی که با قاتلان شوهرم بر سر یک سفره غذا می خوری. در آنجا که من نشستم بجز چشم راست مدعی العمومم هیچ جای دیگر او را نمی بینم. خشمی جنون آسا مشتعلش کرده است. در خشم خود تمام نیروی تسلط بر نفس و تمام مهارت خیش را از دست داده است. دیگر حالت تعرضی ندارد بلکه دفاع می کند. دیگر رندی نمی کند بلکه تحریک می کند. در پشت سر خود تفنگ های ویلمن را حس می کند و در پناه آن تفنگ ها خود را قوی می پندارد و مصمم است که لاروکی ها را به مبارزه بطلبد و خوردشان کند. در چند دقیقه شاید بر اثر سرایت به سمت طرز فکری بدوی مثل طرز فکر ویلمن عقب گرد کرده است. در این لحظه که از خشم و غضب مست است با همشهریانش به مقابله برخاسته است و مطمئنم که فکری ندارد جز اینکه زنجیر برای ایشان ببرد. وقتی فولبر بار دیگر بازوانش را می گشاید سکوتی نسبی برقرار می شود و او با صدایی مقشوش و جیغ مانند و تقریبا رعشه‌ای که هیچ شباهتی به صدای عادی چون صدای ویولونسل او ندارد زوزه کشان می گوید و اما راجع به مسبب واقعی همه این توطئه ها یعنی امانوئل کونت رفتار فعلی شما تردیدی برای من باقی نمی گذارد. لذا من به نام شورای کشیش نشین او را محکوم به اعدام می کنم. در آن دم هم همه از حدی که من تصورش را می کردم می گذارد و می بینم هروه که در طرف راست من نشسته است آری از بیم و تشویش نیست، چون از آن می ترسد که لاروکی ها که به شدت ابراز خشم و غضب می کنند به خودش و رفقایش حمله کنند و اسلحهشان را بگیرند و اینکه بلافاصله دست به کار نمی شوند من گمان می کنم آمادگی ندارند و به خصوص فاقد رهبرند و نیز برای اینکه فولبر با حضور خود با جرأت و جسارت خود و با کینه آشکاری که بر خطوط سیمایش خوانده می شود همچنان سلطه خود را بر آنان تحمیل می کند. غزال در آن لحظه که هم قطار روحانی سابقش از شورای کشیش نشین دم زده یکه خورده است. سری تکان داده و با دستهای نرم و نازک خود که جلوی صورتش گرفته حرکتی حاکی از انکار به خود داده است. من سر به طرف هروه خم می کنم و آهسته به او می گویم به غزال اجازه صحبت بده. به نظرم حرفی دارد که می خواهد بزند. هروه از جا بر می خیزد و ضمن برخواستن تفنگش را به شانه همایل می کند تا نیات مسالمت‌آمیز خود را کاملا آشکار کند و همان جا که هست درست در یک ثانیه تمام بر سر یک پا می ماند و دستش را بالا می گیرد. گویی از حاضران می خواهد که توجه کند و چهره جوانش حالتی از مهربانی به خود گرفته است. همین که موفق به ایجاد سکوت می شود با صدایی آرام و مؤدب که با فحش‌ها و ناسزاهایی که شنیده شد مغایرت دارد می گوید گمان می کنم که جناب غزال کشیش می خواهند چیزی بگویند. من رشته سخن را به ایشان می دهم. این را می گوید و باز می نشیند. جوانی، برازندگی و لحن موقر و مؤدب هروه و اینکه او روی دست فولبر بلند می شود و به غزال اجازه صحبت می دهد در همه ایجاد حیرت می کند و از همه حیرت زده تر بیشک فولبر است که نمی فهمد چرا سخنگوی ویلمن به غزال اجازه صحبت می دهد، آن هم غزالی که
قتل لانوای و افراطهای ویلمن را تقبیح کرده است. خود غزال هم سخت ناراحت شده است از اینکه بیان که خود بخواهد به او اجازه صحبت دادند. او راضی بود به اینکه فقط به یک اعتراض غیر حرفی اکتفا کند، چون در آن صورت پرونده‌اش کمتر خراب می‌شد. ولی چون از یک طرف فریادهایی از تالار برمی‌خیزد که می‌گویند حرف بزنید آقای غزال، حرف بزنید، و از طرف دیگر هروه اشارات تشویق‌آمیز به او می‌کند، غزال از جا برمی‌خیزد. صورت دراز و دلقک مانندش در زیر آن حلقه‌های خوشگل که با فر به موهای جوگندمی‌اش داده است شل و ول و مبهوت و خونسا می نماید و حرف زدنش هم با صدای زیر و نازکی است که هر کس بشنود بی اختیار می خندد. با این وصف آنچه می خواهد بگوید در حضور ما و در حضور خود فولبر با جرأت می گوید. غزال در حالی که هر دو دستش را به محاذات سینه‌اش صلیب‌وار در هم انداخته است چنین می گوید: می خواستم متذکر شوم که از زمانی که من به سبب کارهای بسیار زشتی که در لاروک صورت می گیرد از قلعه رفتم، دیگر شورای کشیش نشین تشکیل نشده است. فولبر به لحنی تحقیرآمیز و خرد کننده بلا فاصله خطاب به غزال می گوید: خب به ما چه مربوط است که تو احمق شورای کشیش نشین را ترک کرده یا نکرده ای؟ چیزی از گردن دراز و قمبادی غزال بالا می رود و صورت شلوولش را سفت می کند. اگر در دنیا چیزی باشد که نیمه عاجزهایی مثل او هرگز بر کسی نمی بخشایند، زخم زبانهایی است که به حیثیتشان می زنند. با صدایی کاملا مغایر با صدای اصلی خودش، صدایی تند و نیشدار نظیر صدای پیر دخترها، می گوید: از عالی جناب عذر می خواهم، ولی شما فرمودید که آقای کنت را به نام شورای کشیش نشین محکوم می کنید. من هم به جناب عالی خاطر نشان می کنم که شورای کشیش نشین تشکیل نشده است و لذا من با محکومیت آقای کنت موافق نیستم. برای غزال دست می زنند و این تشویق را نه تنها آن پنج نفر مخالف، بلکه دو سه نفری هم از اکثریت که من گمان می کنم از دل و جرأت او خجالت کشیده اند می کنند. غزال که صورتش سرخ شده است و می لرزد به جای خود می نشیند و فولبر بلا فاصله نگاهی صائغ آسا به او می کند. می گوید: من به موافقت تو نیازی ندارم. تو بدبخت حقیر به اعتمادی که به تو داشتم خیانت کرده ای. حرفای تو را هم فراموش نخواهم کرد و روزی تاوان آن را از تو خواهم گرفت. از حرفای فولبر با هو و جنجال استقبال می شود و جودیت که ناگاه به یاد گذشته مسیحایی چپگرای خود می افتد به فولبر دشنام و ناسزا می گوید و زوزه کشان فریاد می زند که ای نازی، ای عامل اس اس. و میبینم که مارسل جلوی جودیت را نمیگیرد مگر بسیار به نرمی. از آن میترسم که لاروکی‌ها در وجود جودیت رهبری ببینند که ایشان را به حمله بکشاند و به خصوص بر جان تازه واردان بیمناکم. از جا برمیخیزم و به لحنی محکم اجازه صحبت میخواهم. هروه که نفسی به راحتی می کشد فوراً در جواب من می گوید: اجازه داری. فولبر خشم خود را متوجه هروه می کند و داد می زند: چطور تو به این تبهکار رزل اجازه صحبت می دهی؟ به این کشیش قلابی، به این دشمن خدا هیچ فکرش را نمی کنی؟ به کسی که من به اعدام محکومش کرده ام؟ هروه در حالی که با کمال خونسردی با ریش کوتاه و نکتیز خود ور می رود می گوید: این نیز دلیلی است بر اینکه باید به او اجازه صحبت داد. اجازه آخرین دفاع حداقل ارفاقی است که به او می کنیم. فولبر ادامه می دهد:
ولی آخر این قابل اغماز نیست. این چه معنی دارد؟ این حماقت است یا خیانت؟ تو سر خود این کار را میکنی، باور کردنی نیست و من به تو امر میکنم که محکوم را ساکت کنی. میفهمی؟ هروه با وقار تمام میگوید من از شما دستور نمیپذیرم چون شما رئیس من نیستید. سپس با کف دستش به روی قنداق تفنگ خود میکوبد و به گفته میافزاید اینجا در غیاب ویلمن من دستور میدهم و من لازم میدانم که متهم حرف بزند. بنابراین او میتواند هر قدر که دلش بخواهد حرف بزند. در این دم اتفاق غیر منتظره ای میفتد. بیش از نصف لاروکی ها برای هروه دست میزنند. از طرفی این نیز هست که چون هروه در دسته ویلمن جدیدی است و مثل رفقای خود در کارهای زشتی که قزال در کلیسا فاش کرد هیچ شرکتی نداشته، مردم کینه ای از او به دل ندارند. با این وصف دست زدن برای یکی از آدمهای ویلمن خودش خیلی حرف است. وضع کاملا مخشوش است. فولبر در حالی که مشت گره می کند و چشمان لوچش از حدقه بیرون زده است فریاد می کشد که این بخشودنی نیست. تو نمی فهمی که اگر به این مردک اجازه صحبت بدهی همدست شورشیان و توطئه‌گران شده ای. ولی موضوع به این سادگی هم تمام نمی شود. به تو اخطار می کنم که من تو را پیش رئیست لو خواهم داد و او تو را تنبیه خواهد کرد. هروه با آرامشی چندان طبیعی حرف میزند که من از خود میپرسم نکند زیاد تند میرود و نکند فولبر به موضوع پی ببرد. میگوید تا ببینیم. به هر حال همان است که گفتم و متهم باید حرفش را بزند. فولبر داد میزند در این صورت من گوش نمیدم. من از اینجا میروم. میروم به خانه خود و منتظر میمانم تا ویلمن بیاید. از پله ها پایین می آید و در زیر بارانی از دشنام و اعتراض و با قدم های بلند از راهرو وسطی نمازخانه به سمت در انتهایی می رود. اینجا کار من دارد خراب می شود چون بدون فولبر دعوی متقابل مطرح نخواهد شد. با صدای محکم پشت سر او داد می زنم یعنی تو از آن چه من می خواهم بگویم آنقدر وحشت داری که حتی جرأت نمی کنی به آن گوش بدهی؟ نیستد. روی پاشنه پا چرخی می زند و رو به من می کند. من با صدای مرتعشی ادامه می دهم اکنون ساعت 5:15 است. ویلمن گفته است که سر ساعت 5:30 اینجا خواهد بود. بنابراین من فقط 1 ربع ساعت دیگر زنده خواهم ماند و تو در این 1 ربع واپسین دم هنوز آنقدر از من می ترسی که مثل بید بر خود می لرزی و می خواهی بروی و به انتظار آمدن اربابت زیر تخت خواب پنهان شوی. مخصوصا می گویم زیر تخت خواب و نمی گویم روی آن. رفتار هروه فولبر را در تشویش فرو برده بود، ولی من با گفتن اینکه ویلمن تا 1 ربع ساعت دیگر در اینجا خواهد بود زیاد قوت قلب به او میدم و نیز با نوک شستم سقلمه‌ای به پهلویش میزنم و او را به خاطر بزدلیش ملامت میکنم. ولی چنان که قبلا هم گفتم او بزدل نیست، فقط در نیرویش مختصر ضعفی هست. او هم مثل همه آدم‌های شجاع بیجا به شجاعتش مینازد. در برابر تحریکات من همانطور که انتظار دارم با مبارزه جویی واکنش نشان میدهد. با رنگ پریده، بدن کشیده، گونه های تو رفته و چشمان تبدار بی حرکت میماند و با نفرت میگوید تو هر چرندی که دلت بخواهد میتوانی بگویی، من ناراحت نمیشوم، پس تا میتوانی از فرصت استفاده کن. من فوراً حرف را از دهانش میقاپم و میگویم البته که استفاده میکنم تا اتهامات تو را نقش بر آب کنم. اول راجب کاتی، برخلاف تهمتی که تو با کمال وقاحت به من زدی من به او تجاوز نکرده و او را نرو بودم. این دروغ محض است. او با میل و رضای خود و با موافقت عمویش در اینجا مارسل که من دیگر نمی ترسم پروندش را خراب کنم داد می زند
صحیح است. برای دیدن ننش به مالویل آمد و در آنجا عاشق توما شد و به عقد او در آمد. آنچه تو را خشمگین کرده فولبر این است که تو میخواستی او را در قلعه کلفت خود بکنی. از جمع صدای خنده تمسخرآمیز بلند میشود و فولبر داد میزند این کاملا دروغ است. ناگهان زنی تقریبا 50 ساله، کوتاه قد و چاق و خپله، بی آنکه اجازه صحبت بگیرد میگوید آه ببخشید و از جا برمیخیزد. این زن ژوزفا کدبانوی سابق قلعه است. او اصولاً به سبب اینکه پرتغالی است چندان مورد احترام نیست. لاروکی‌ها نجات پرستند. ولی در واقع محبوبیتی نسبی دارد چون زبانش در اختیار خودش نیست و اگر چیزی در دل داشته باشد رک میگوید. ژوزفا خوشگل نیست. پوستی دارد که ظاهراً آب و صابون را در آن اثری نیست. به علاوه کوتوله است و سر و ته یکی و لب گنده با پستانهای چون مشک، لیکن با آن دندانهای سفید و نیرومند و آن فک قوی و چشمان سیاه بسیار شیطان و آن پشم و پیلی تند رشد، احساس مطبوعی از شور و سرزندگی حیوانی به بیننده می دهد. به لهجه عامیانه و بیوندوبار که ظاهرا قدرت زیادی به حرفایش می دهد، در دنباله سخن خود می گوید ببخشید، وقتی چیزی درست است نباید گفت دروغ است و این راست است که عالی جناب فولبر دیگر مرا نمیخواستند و کاتی کوچولو را میخواستند و با ساده دلی خاصی که من نمیدانم واقعی است یا تصنعی اضافه میکند هرچند معلوم نبود که کاتی بهتر از من به او خدمت کند. ژوزفا در میان خنده ها و طعنه های زننده ای که فولبر هدف آنهاست به جای خود مینشیند. متوجه هم که فولبر ابا دارد از این که با ژوزفا در بیفتد. گویا با زبان او آشنایی دارد و لذا ترجیح می دهد که رو به من برگردد. با تفرعن داد می زند نمی دانم از این که چنین مزخرفاتی بر ضد اسقف خود سرهم می کنی چه نفعی می بری. می گویم خدا به دور بدارد، تو اسقف من نیستی و نفعی که من میبرم این است که دروغهای خودت را به حلق خودت فرو کنم. و اما از زمره دروغهای تو این هم یکی دیگر که خیلی هم گنده است. تو گفتی که من خودم را به دست نوکران خودم به کشیشی انتخاب کردم. اول باید بدانی که صدایم را بلند میکنم. من نوکر ندارم بلکه دوست و همشأن دارم. و برخلاف آنچه در لاروک می گذرد هیچ اتفاق مهمی در مالویل نمی افتد مگر اینکه ما همه جمع شویم و به اتفاق درباره آن بحث کنیم. من چرا به کشیشی انتخاب شدم؟ اکنون به تو خواهم گفت. تو خیلی دلت می خواست که آقای غزال را به این عنوان در مالویل به ریش ما ببندی، ولی ما هیچ مایل نبودیم که آقای غزال کشیش من باشد. امیدوارم از اینکه این حرف را میزنم آقای غزال دلخور نشود و به این دلیل بود که رفقای من مرا به کشیشی برگزیدند. و اما اینکه من کشیش خوبی هستم یا بد خودم هیچ نمیدانم. من هم کشیشی هستم که مثل آقای غزال انتخاب شدم و به بهترین وجه ممکن به وظایف خود عمل میکنم. وقتی آدم نتواند با اسب شخم بزند با خر میزند. من خیال نمی کنم بدتر از آقای غزال باشم و خجالت هم نمی کشم که بگویم از تو بهترم. خنده ها و کف زدن های هزار. فولبر داد می زند این حرف ها از غرور خودپسندی است. در واقع تو یک کشیش قلابی هستی، یک کشیش بد، یک کشیش افتضاح و خودت هم می دانی. از زندگی خصوصیت هم چیزی نمی گویم. میگویم من هم از زندگی خصوصی تو چیزی نمیگویم. او جواب نمیدهد. گویا از آن میترسد که صحبت میت را پیش بکشم. با خشم تمام سخن از سر میگیرد. برای اینکه به یک مورد بیشتر اشاره نکرده باشم میگویم که تو درک و عمل کاملا کافرانه ای از اعتراف به گناه داری.
به لحنی متواضعانه میگویم نمیدانم رفتار من در این مورد کافرانه است یا نه. من آنقدر در مسائل دینی باسواد نیستم که در این باب نظر بدهم. فقط میدانم که به اعتراف به گناه چندان اعتقاد ندارم، چون ممکن است در دست یک کشیش بد تبدیل به وسیله جاسوسی و حربه‌ای برای تسلط بر دیگران شود. جودیت با آن صدای رسا و پرتنین خود فریاد می زند: کاملا حق با شماست آقای کونت. چنان که در اینجا نیز، یعنی در همین لاروک، اعتراف در دست این مأمور اس اس چنین شده است. فولبر رو به جودیت برمی گردد و می گوید: تو دیگر خفه شو، تو زنی هستی دیوانه، آسی و مسیحی ناخلف. مارسل در حالی که با هر دو دست نیرومندش دسته صندلی را گرفته و خم شده از داد می‌زند: خجالت نمی‌کشید که با زنی به این لحن حرف می‌زنید؟ آن هم با زنی که از خود شما با سوادتر است و روز پیش غلط‌هایی را که درباره برادران و خواهران مسیح می‌گفتید تصحیح کرد. فولبر هر دو بازوی خود را بلند می‌کند و می‌گوید: تصحیح کرد. این دیوانه خودش چیزی نمی‌داند. برادران و خواهران اشتباه ترجمه است. صحبت از بنی اعمام مسیح است که من به شما گفتم. در حینی که در گرماگرم محاکمه این تفسیر عجیب در باره انجیلها صورت می‌گیرد، من آهسته به موریس می‌گویم: برو بقیه رفقا را پیدا کن و بگو بیایند در ته نمازخانه و منتظر بمانند تا من اجازه ورود به ایشان بدهم و مرگ ویلمن را اعلام کنم. موریس به نرمی و بی صدایی گربه جیم می شود و من لازم می دانم جودیت را که بدون توجه به زمان و مکان در بحث داغی با فولبر درباره خیشاوندان مسیح وارد شده است ساکت کنم. می گویم: لحظه صبر کنید، می خواهم به موضوع خاتمه بدهم. سکوت برقرار می شود و جودیت که مرا فراموش کرده بود با حالتی حاکی از پشیمانی به من می نگرد. من به لحنی آرام به سخن ادامه می دهم: حال به دفاع از آخرین اتهام جنایتی که فولبر به من نسبت داده است می پردازم. گویا من نامه‌ای به او نوشته و مدعی حاکمیت لاروک شده و به او خبر دادم که قصد دارم شهر را به زور تصرف و اشغال کنم. بسیار متاسفم که فولبر صلاح ندیده است نامه مرا در اینجا بخواند، چون در آن صورت همه حاضران در اینجا می‌فهمیدند که منظور از نامه من این نبوده است. لیکن فرض کنیم که چنین باشد. حتی فرض کنیم که در آن نامه من قصد خود را از حمله به لاروک اعلام کرده باشم. تنها سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا من این کار را کردم؟ آیا من سر شب وارد لاروک شده و نگهبان را سر بریدم؟ آیا من انبارها را غارت کردم؟ لاروکی ها را اذیت و آزار کردم؟ به زنها تجاوز نمودم؟ آیا من بودم که ساکنان کورسژاک را تا آخرین نفر قتل عام کردم؟ محاذا کسی که این جنایات را مرتکب شده، فولبر با او مثل یک دوست رفتار می کند و مرا که به قول خودش فقط قصد این کار را داشتم به مرگ محکوم می کند. این است عدالت فولبری. اعدام جزای یک بیگناه و دوستی سزای یک جانی. خورشید خوب وقتی شیشه پنجره پشت سر مرا روشن کرده و هروه را برای اینکه آخرین بار نقش سربازی خود را بازی کند نمایان ساخته است. میگوید: آهای متهم، ملایمتر از رئیس ما نباید این طوری حرف بزنید. من نوکش را میچینم و میگویم: حرف مرا قطع نکن هروه، شوخی دیگر بس است. فولبر که میشنود من با نگهبان خود به لحن آمرانه حرف میزنم به شدت یکه میخورد و لاروکی ها نیز چشمانشان از تعجب باز میماند. من از جا بر میخیزم، یا بهتر بگویم قد علم میکنم. با حرص و ولع در نور پنجره غوطه میخورم. حس میکنم که چشمانم بیشتر باز میشود و وجودم از این نور ناگهانی میشکفد. این نیز عجیب است که خورشید حتی از پشت شیشه رنگی
بتواند پشت و شانهای مرا گرم کند. من به این گرما نیاز دارم چون از سرما یخ کردم. وقتی دوباره رشته سخن را به دست می گیرم دیگر آرامش نخستین من تمام شده است. صدای خود را به اوج تنین خیش می رسانم و از آن نمی ترسم که نمازخانه را پر کنم. داد می زنم: وقتی آرمان بعد از قصد تجاوز به زن پیمون خود پیمون را کشت، تو از او حمایت کردی. وقتی ببل لانوای را سر برید، تو او و ویلمن را به سر میز خود دعوت کردی. وقتی جان فراک مردم کورسجاک را قتل عام کرد، تو همچنان جام خود را به سلامتی به جام او زدی. و چرا این کار را کردی؟ برای جلب دوستی ویلمن، چون در سایه ویلمن امیدوار بودی که بعد از مرگ آرمان هم استبداد خود را بر لاروک تثبیت کنی و هم در آن واحد از شر مخالفت‌های داخلی و از شر مالویل خلاص شد. من در سکوت کامل و با صدای پرتنینی صحبت کردم. وقتی سخنم به آخر میرسد میبینم که فولبر خودش را جمع کرده و در حالی که آن صدای ویولونسل خود را بازیافته است میگوید: میخواهم ببینم که این پرچانگی‌های تو به چه درد میخورد. در سرنوشت تو که تغییری نخواهد داد. جودیت با خشم تمام خم می شود و داد می زند: چرا جواب نمی دهی؟ آن فک نیرومند چهار گوشش از یقه برگشته پلیورش بیرون زده و چشمان آبی شعله ورش به فولبر دوخته شده است. فولبر در حینی که ناگهان به ساعتش نگاه می کند می گوید: الان جوابش را در یک کلمه خواهم داد. به گمانم او اکنون بر ترس و تشویش خود غالب شده و هر آن منتظر ویلمن است. باز میگوید: بیهوده است بگویم من همه آن کارهایی را که سروان ویلمن و مردانش در اینجا و جاهای دیگر کرده اند تأیید نمی کنم. ولی سرباز در هر جا که باشد سرباز است و از دست ما کاری ساخته نیست و نقش من به عنوان اسقف لاروک این است که ببینم از این به بعد چه نتایج خوبی میتوانم بگیرم. اگر من بتوانم با کمک سروان ویلمن کفر و الهاد را از لاروک و مالویل براندازم، معتقدم که به وظیفه دینی خود عمل کردم. در اینجا هیجان به اوج میرسد و تالار در خشمی بی حد و مرز میخروشد و نه تنها مخالفان بلکه اکثر حاضران با شنیدن این اعتراف به خشم آمدند و من حتی در فکر این هم نیستم که از آن بهره برداری کنم و سکوت کردم، چون با تعجبی عمیق متوجه شدم که فولبر در این نحوه ادای مقصود تقریبا صادق است. پس من در آستان او نه فقط به انگیزه انتقام شخصی تحت تعقیبم، بلکه در این لحظه این نکته را نیز حس می کنم که این کشیش قلابی، این شارلاتان، این ماجراجو بالاخره در پوست نقش خودش رفته و به رسالت خود که حفظ شعائر مذهب است بیش از 50% اعتقاد دارد. ظاهراً رفتار ملایم و مطیع نگهبانان من در حق من حاضران تالار را بی آن که خود معنی آن را کاملا درک کنند دلگرم و مطمئن کرده است، زیرا اکنون از هر سو سیل دشنام و تهدید است که نثار فولبر می شود و جسته و گریخته لیکن با بیانی شمرده و با همان شور التهاب غرضهای ناچیز شخصی هم با این ناسزاها مخلوط می شود، چنان که از زبان پوژس پیر می شنوم که با کینه و نفرت کشیش را ملامت می کند که چرا یک روز جامی شراب از او دریغ کرده است. اکنون چنین حس می کنم که فولبر تنها کسی است که به ورود حتمی الوقوع ویلمن معتقد است و فقط به این امید آویخته است. باز می بینمش که با صدایی که در این دم از سمت در بزرگ بیزی شکل پشت سر او بلند می شود در امید خود راسختر می گردد. سر بر می گرداند
و درست در همان دم که او سر بر می‌گرداند، موریس از در جانبی به درون می‌آید و به من اشاره می‌کند که دوستان من آمدند. لعن و نفرین‌های بیش از پیش خشم‌آلود همچنان بر سر فولبر می‌بارد و او بی حرکت و با شهامت در وسط راهرو وسطی ایستاده است. اگر واژه‌ها، نگاه‌ها و حرکت‌ها می‌توانستند به خودی خود کسی را بکشند، او اکنون تک تک شده و من در لحظه‌ای که می‌خواهم تیر خلاص را به او بزنم، چون خوب می‌دانم اگر بزنم چه بر سر او خواهد آمد، تردید می‌کنم. مسلماً این تردید جز یک تفاخر وجدانی نیست که من در لحظه آخر به خود روا می دارم تا نشان بدهم که روحم نیز مانند لباسهایم سفید و پاکیزه است، ولی دیگر وقت این کار نیست. من ماشینی را راه انداختم و دیگر نمی توانم متوقفش کنم. اگر فولبر از آن جهت معتقد به نابودی من است که مرا کافر و رهبر توطئه می داند، من نابودی او را برای اتحاد بین مالویل و لاروک که اساس امنیت متقابل هر دو طرف است لازم می دانم. فرقش این است که من واقعا او را خواهم کشت، بی آنکه به اعدام محکومش کنم، بی آنکه محاکمهش کنم، بی آنکه تیری خالی کنم و حتی بی آنکه دستهای خود را آلوده کنم. صدای فولبر در همهمه نفرت آلود حاضران گم شده است و من شهامت او را در آن لحظه که قادر نیست صدای خود را به گوش ها برساند و با فرسودگی کامل نگاه را به نگاه جواب می دهد تحسین می کند. محازا در یک لحظه آرامشی پدید می آید و او نیروی می یابد تا باز چند کلمه‌ای در مبارز جویی بیان کند. می گوید وقتی سروان ویلمن به اینجا برسد، لحن همه شما تغییر خواهد کرد. خوب فرصتی به دست من داده است. اینک هنگام آن رسیده است که بازی کنم. خوشحال از کشف آخرین دقیقه‌ام، ابتکار عمل را به دست می‌گیرم. هر دو بازویم را مثل چند لحظه قبل که فولبر کرد و علامت امر به سکوت از هم می‌گشایم و همین که همه قطع می‌شود، با وقار تمام می‌گویم: متعجبم که تو چرا اینقدر اصرار داری در اینکه ویلمن را سروان بخوانی. او اصلا سروان نبوده. به خصوص روی این فعل ماضی تکیه می‌کنم. من اینجا سندی دارم. کیف بغلیم را از جیب جای هفتیرم بیرون می‌کشم که این مطلب را به طرزی انکارناپذیر ثابت می‌کند. این سند یک کارت حرفه‌ای است با یک عکس بسیار خوب. همه کسانی که ویلمن را در اینجا شناختند، او را در این عکس باز خواهند شناخت. در این کارت نوشته شده که ویلمن حسابدار بوده است. آقای غزال، ممکن است شما این کارت را بگیرید و آن را به فولبر نشان بدهید؟ در یک آن سکوت حکم فرما می شود و حاضران در مجموعه‌ای حیرت آور، با آنکه نسبت به فاصله بین دو ستون در جهت عکس قرار گرفتند، حرکتی ناگهانی می کند. همه گردنها دراز می شود و همه سرها در آن واحد خم می گردد تا فولبر را ببینند. چون بالاخره هر قدر هم فولبر بخواهد هنوز خود را قوی بداند، کور که نیست. اگر سندی که من دادم تا به او نشان بدهند به دست من افتاده است، او از این امر چه نتیجه‌ای باید بگیرد؟ فولبر کارتی را که غزال به طرف او پیش می‌برد می‌گیرد. تنها یک نگاه برای او کافی است. چهره‌اش واکنشی نشان نمی‌دهد و رنگش تغییر نمی‌کند، اما دستش که کارت را گرفته است شروع به لرزیدن می‌کند. لرزشش حرکتی است که زیاد شدت ندارد ولی بسیار تند است و ظاهراً هیچ چیز متوقفش نمی‌کند. از انقباضی که در خطوط چهره فولبر می‌خوانم حس می‌کنم، تلاش مذبوحانه‌ای می‌کند تا آن کارت کوچک را که لای انگشتانش مثل پرنده بال می‌زند نگه دارد. یک ثانیه طولانی می‌گذرد و او نمی‌تواند یک کلمه بر زبان بیاورد. اکنون
در برابر من فقط مردی است که با تمام قوا با وحشتی که بر او مستولی شده است مبارزه می کند. این عذاب روحی او به من حالت تهوعی ناگهانی می دهد و من می خواهم مختصرش کنم. با صدایی که امیدوارم آنقدر رسا باشد که به دروازه بیزی شکل پشت سر فولبر برسد می گویم، می بینم که مجبورم توضیحی به همه شما بدهم. چهار نگهبان مسلحی که شما در دو طرف من می بینید پسرهای خوبی هستند که ویلمن ایشان را به زور به خدمت گرفته است. دو نفرشان پیش از جنگ به اردوی من پیوسته بودند و دو نفر دیگر بلا فاصله پس از جنگ به خدمت من در آمدند. این چهار نفر تنها کسانی هستند که از دسته زنده ماندند. ویلمن در این لحظه حد اکثر 2 متر مربع از زمین مالویل را اشغال کرده است. همهمه ای از حیرت برمیخیزد که صدای مارسل آن را میپوشاند. میپرسد منظورت این است که ویلمن کشته شده؟ میگویم بله، منظورم درست همین است. ژان فراک مرده است، ویلمن مرده است و به استثنای این چهار نفر که جزء دوستان ما در آمده اند بقیه همه کشته شدند. در همین لحظه در بزرگ بیزی شکل انتهای نمازخانه نیمه باز می شود و مسونیه، توما، پسو و ژاکه یک یک تفنگ به دست داخل نمازخانه می شود. می گویم داخل می شوند، نمی گویم هجوم می آورند. حرکتشان آرام و حتی کند است. اگر تفنگشان نبود آدم‌های سرجویی به شمار می‌رفتند. چند قدمی در راهرو وسطی پیش می‌آیند و من فوراً با دست به ایشان اشاره می‌کنم که بایستند. نگهبانان من نیز که با اشاره دیگری از جا برخاسته و به دور من جمع شده‌اند جلو نمی‌آیند. لحظه‌ای بهت مجلس را می‌گیرد و سپس حاضران با زوزه‌های تهدید به قتل رو به فولبر می کنند. فقط 2 گروه مسلح که 2 انتهای راه رو وسطی نمازخانه را بستند ساکتند. همه اینها در 1 ربع ثانیه روی می دهد. با صدای کرکری که در بزرگ بیزی شکل می کند فولبر چرخی روی پاهای خود می زند و آخرین رؤیایش هم محو می شود. وقتی دوباره رو به من برمی گردد و چهرهش دیگرگون شده است، مرا با نگهبانانم میبیند که سر توری را که در آن افتاده است بسته ایم. اعصابش تاب تحمل چنین سقوطی را پس از امیدی که به او داده بودم نمیآورد. تسلیم میشود. اکنون فکری به جز فرار، بلی فرار جسمانی، از کسانی که در پی شکار او هستند ندارد. نقشه میکشد که با عبور از فاصله بین 2 ستون طرف راست خود را به در جانبی برساند. در شتاب کورکورانه‌ای که دارد خود را به فضای بین 2 ستونی می اندازد که مارسل و جودیت و 2 بیوه‌زن آن را اشغال کردند. مارسل حتی مشتی هم به او نمی زند، فقط با کف دست هلش می دهد و این کار را بدون توجه به زور بازوی خود می کند. فولبر در راهرو وسطی به ضرب زمین می خورد. قررش وحشیانهی برمیخیزد. جمعیت از لای فواصل همه ستونها با واژگون کردن صندلی‌ها از جا کنده می شوند و فولبر در زیر دسته ای از مردان خشمگین که دورش کرده اند ناپدید می گردد. صدایش را می شنوم که 2 بار فریاد می زند. در آن سوی دیگر راه رو چهره نفرت آلود و وحشت زده پسو را می بینم و چشمانش را که به من خیره ماندند تا از من بپرسد آیا باید دخالت کند یا نه، با اشاره سر به او جواب منفی میدم. دادستانی مردم به دیدن مطبوع نیست، ولی در این مورد به نظر من عادلانه است و من که هرچه از دستم برآمده برای راه انداختن آن کرده ام تظاهر ریایی نمی کنم به اینکه جلوی آن را بگیرم یا برای آن دلسوزی کنم.